سلام دوستان، آلمانی به فارسی دات کام دفترچه 17 رو شروع میکنیم. اینجا قبلا داشتیم، فقط مهم اینه که بنابراین گزینه ب که گفته وسیله نقلیه‌ای که از جلو میان اس شپت، یعنی بعداً دیده میشن، تشخیص داده میشن، که اینطور نیست. یعنی اون عابر پیاده بد دیده میشن و همچنین ماشینایی که خوب نور روشنایی ندارن. اینجا هم که گفتیم که ممکنه این دوچرخه سوار اینور اونور بشه، اون زیشه و فاروایزه، نحوه رانندگی نامطمئن دوچرخه، پلوتلیش گیگن فرکر بیاد. اینجا همه سیگنال ها معلومه، گیگن فرکر، اون زیشه و فاروایزه، اون غوچ که فار، یعنی سر بخورید. داشتیم قبلا؟ اینجا هم قبلا داشتیم که ممکنه اینکه داره بار خالی میکنه بیاد تو خیابون، این ممکنه بیاد از بخواد از دوچرخه سبقت بگیره و همچنین عابر پیاده بیان تو خیابون. اینا رو چون قبلا داشتیم من سریعتر میرم، یه تکرار هست خوبه براتون. این هم باید بذاریم دوچرخه رد چه وقتی میخوایم بپیچیم. میخوایم بپیچیم چطوری رفتار میکنیم؟ دنگات فاقا گراد آوز دورش فاقا لسن، بذاریم مستقیم بره. به بچه ها نزدیک میشید که دارن یه جا بازی میکنن، افتم گیوک، توی اون محل عبور پیاده دارن بازی میکنن. چیکار میکنید؟ هوپن، معمولا هوپن، اون وایت فاقا معمولا غلطه، گفتیم اون فرندت سیگنال غلط. بنابراین اگه این دوتا غلط باشه این درسته، بذار همونجوری من ببینم. ببینید دوتا سیگنال غلط رو ما شناختیم، اون فرندت و هوپن، بنابراین سومی درسته که میگه لانگزام فاقا، اون یعنی کنتر آهسته تر برید و برمز بلاید و برمز بغاید بلاید، یعنی آمده ترمز باشید. باستین فرماید باره بهینده اونگن، فرماید بار یعنی قابل پرهیز. این فلیسندن فرکر یعنی چی؟ ممکنه توی یه ترافیکی که داره در جریان هست مانع ایجاد نشه، یعنی میتونیم اجتناب کنیم از یه سری کارا که مانع ایجاد نشه واسه اون حرکت روان تردد. Abwürgendes Motors. درسته؟ Langsam fahren ohne triftigen Grund. این هم درسته، یعنی آهسته برید. در واقع سه تا چیز بد رو که ما نباید انجام بدیم اینجا از ما میخواد که فرماید بارزین. سه تا چیز بد، یکی Abwürgendes Motors، خب این درسته، یه چیز بده که میتونیم پرهیز کنیم ازش که تا ترافیک روون بمونه. langsam fahren ohne triftigen grund، بدون دلیل چیکار کنیم؟ یواش بریم، اینم خوب نیست، اینم میتونیم ازش پرهیز کنیم. liegen bleiben wegen kraftstoffmangel، یعنی بنزین نزده باشید، کم زده باشید، تو راه بمونید، اینم باعث میشه ترافیک رو در واقع مسدود کنید. در واقع اینم یه کار بد هست که میشه ازش پرهیز کرد، در واقع این کارا رو نکنید. شما از یه خیابون هل روشن میشید توی خیابون تاریک. اینجا باید گفتیم قبلا گزینه آ مهمه که گفته شون بایم آب بیگن، یعنی دقیقا حالا همین که پیچیدید سریع ببینید هابن زیش ایغ آوگن فلشتندی، کاملا اینجا فلشتندی معلوم غلطه، کامل آن دی دونکل هایت گوونت، یعنی چشاتون سریع به تاریکی عادت میکنه، همین که پیچیدید سریع. شون بایم اینجا مثلا غلطه چون طول میکشه یکم. اون گزینه سه درسته که میگه لانگزام آن دی دونکل هایت gewöhnt. Die Augen gewöhnen sich langsam an die Dunkelheit، یعنی یواش یواش خودشون رو به تاریکی عادت میدن. این درسته، در واقع سه دقیقاً برعکس آ هست که آ میگه سریعه، این میگه یواش. Hindernisse، اون موانع هم زیاد خوب قابل تشخیص نیستن نسبت als vorher، نسبت به قبلی که تو روشنایی بودید. پس اینجا فقط گزینه آ رو فقط بفهمید که میگه سریع هست. Schon beim اینجا باشه یعنی غلط. توی تاریکی هست، داره شب میشه، یه دفعه یه دونه ماشین کشاورزی با پشتی میاد نزدیکتون میشه. میت انگشالته تا بلویشتونگ، یعنی اون چراغا هم اطرافش روشن کرده، چراغاش روشنه، در واقع میبینید. و میت موسن زیغشتن، حواستون باید به چی باشه، حساب چه کاری رو بکنید. دی چوگ ماشینه کان این بغایتس شلشت ارکن بارست آبایست گیغت میت فیورن،
یعنی اون کسی، اون ماشینی که داره ممکنه یه چیزی رو داره پشتش میکشه در واقع که خوب دیده نمیشه. درست، یه چیز منطقی به نظر میرسه. دی بغایت در زوگ ماشینه ایست تروتس در انگشالتن بلوشتون نیشت ایما ارکن با، یعنی اون عرض اون ماشینه حتی با این که مثلا خوب روشنایی داده اینور اونورش رو روشن کرده که ما خوب ببینیمش، بازم دیده نشه. اینم خب اینم منطقی به نظر میرسه. دی زوگ ماشینه کانت زوای بغایتر آن هنگام میتفیورن، یعنی اون ماشینه، ماشین کشاورزی ممکنه دو تا نه تنها یه دونه پشتی، دو تا پشتی داشته باشه که حالا رو دو تا هم مثلا علوفه باشه، این هم امکانش داره، اونا میتونن دو تا احتمالاً ببرن. خب اینجا ببینید، اینجا حق تقدم با ما نیست، اینجا قرمز شده، اونوری باید بیاد بره. بشلوینیگن غلطه، وای تفاقن غلط، همیشه غلط. گشویندیشکایت فرمیندر معمولا درسته، وای تفاقن معمولا غلطه. ببینید همینجوری من بزنم چطوری میشه؟ ببینید درست شد. Wo dürfen Sie in Fahrrichtung links parken؟ کجا میتونید توی مسیر حرکتتون سمت چپ پارک کنید؟ معمولا سمت راست پارک میکنن. اگه سمت چپ وقتی پارک میکنید که عین بانش خاصه باشه، یعنی خیابونی یه طرفه باشه و این یا اینکه اون ریلا سمت راست فلکت باشن، یعنی گذاشته باشن اوورده باشنشون سمت راست. گزینه B میگه ما جایی که سمت راست پارکن فربوتن هست، یعنی قدغنه نمیشه پارک کرد، میتونیم سمت چپ پارک کنیم. نه. چه وسیله نقلیه باید وایسه وقتی که یه دونه محل تعمیر دی هال به فاربان بلوکیه، نصف مسیر رو، مسیر جاده رو بلوکه کرده، بسته؟ کی باید وایسه؟ دست فاقد او دسن زایت دی باوشتله ایست، درسته. یعنی وسیله نقلیهی که جای تعمیر طرف اونه، اون باید وایسه، درسته. گزینه B میگه دست فاقد او در فراین فاربان هلفته، برعکسشو میگه که نه اینجوری نیست. ایما داس کلاینر فارسوگ، همیشه ماشین کوچیکتر باید وایسه. نه اینجوری نیست. حالا چه گناهی کرده یه نفر ماشینش کوچیکتره؟ تعبیض قائل نمیشیم در واقع. خب سوولچم زوک، با چه هدفی دارف دی هوپ این اورت، داخل شهر بوق زده بشه در واقع وقتی که فقط میخوایم وارن سیگنال بدیم بچه‌ها. مثلا یه نفر داره یه دفعه میاد میزنه بهمون، یه بوق میزنیم که حواسش بیاد سر جاش بره اونور، اینجوری. ولی واسه سبقت و واسه اول پرسی و صدا کردن یه نفر و اینا دیگه بوق نمیزنیم. معمولا توی کشورهای اروپایی، حالا آلمان، اصلا بوق زدن رو نمیشنوی تو خیابون، خیلی کم میشه صدای بوق بیاد. یه دونه عابر پیاده میخواد از روی اون خطوط خط کشی شده بره اونور خیابون، رد بشه. وی فرهالتن زیزیش، چطوری رفتار میکنید در این صورت بچه ها؟ ببین منطقی چیه. کاینس فالز اوبهو، یعنی به هیچ وجه سبقت نگیرید، اینم درسته. مثلا اون میخواد رد شه، من بیام از ماشین جلویی سبقت بگیرم، این کارو نمیکنیم. میت مسیگ اگه شوینیش کرد هگان فاگن، با سرعت متناسب در واقع برید جلو. نوت نوتیگن فالز وارتن، این خیلی مهمه. این نوتیگن فالز، اینم یه سیگنال هست که ضرورت ایجاب کرد وایسید، اینم معمولا درسته. ان وارتن فارتسوگن دار فورباگ فاگن وردن، نه یعنی از اون ماشینایی که وایسادن میتونیم رد شیم. مثلا اینجا میخواد بره، اینجا من اینجا هستم، نیام. یه نفر میخواد اینجا بره، نیام سبقت بگیرم برم، اینجوری منظورشه در واقع. خب این قابل فهم هست که فوربای دار فوربای فاون وردن معمولا غلطه دیگه، میتونیم بریم، نه خطر ایجاد میکنه در واقع، نمیریم. اینم که قبلا گفتم آمپل سبز، شما میخواد بپیچی سمت راست. اینجوری حواستون باید باشه که وقتی میخواید سمت راست بذارید اون دوچرخه‌ها برن، بذارید عابر پیاده مستقیم میخوان برن، رد چن از اون خیابون، بعد شما بپیچید. سوگیش یعنی سری بپیچید، غلطه. سوگیش اینجا غلطه. هر وقت سوگیش بود غلطه. auf die Fußgänger besondere Rücksicht nehmen، یعنی ملاحظه اون عابر پیاده رو بکنید. اینا ببینید nötigen Falls warten، اینم درسته. nur warten، nur گفتیم معمولا غلطه. فقط warten، اینجا میگه فقط وایسید وقتی که نه فقط یه دونه عابر پیاده، چند تا عابر پیاده میخوان از خیابون رد شن، که اینا منطقی نیست. یه دونه باز چند تا فرقی نداره در واقع. چطوری حواستون به اون ولت هست، به محیط زیست هست وقتی، یعنی آگاهانه اون ولت به بوست، آگاه به محیط زیست رانندگی میکنید. رشت سایتیش گاز وگنمن، یعنی به موقع پاتون از رو گاز بردارید، این درسته بچه‌ها.
بای گرون ایما فول بشلوینیگن، وقتی سبز شد محکم گاز بدید برید. اینجا دور موتور رو زیاد میکنه، غلطه، مصرف بنزین میبره بالا و آلاینده ها رو زیاد میکنه. هرچی بنزین بیشتر مصرف شه مسلما آلاینده ها هم بیشتر میشه. اون نوتیگس بشلوینیگن، اون نوتیگس ابرمزن فرمایدن، شتاب دادن بی خودی و ترمز زدن بی خودی رو انجام ندیم. اینم درست، اینم بذار بقیه‌ش هم بخونم، این جالبه. ریت سایتیش گاز فک نیمن اون شوونگ آوس نوتسن، یعنی مثلا من میبینم جلوم چراغ قرمزه مثلا 200 متری هم، سری پا مجبور گاز ور میدارم شوونگ آوس نوتسن بذارم خود ماشین بره بدون گاز دادن من. اینا تأثیر میذاره تو بلند مدت روی نحوه رانندگیتون، تأثیر میذاره. نه فقط میتونید مصرف بنزینتون رو کم کنید، همچنین به محیط زیست میتونید کمک کنید. شما میخواید بپیچید سمت راست توی خیابون اصلی در واقع که حق تقدم داره. Auf welche Verkehrsteil nehmen müssen Sie achten؟ حواستون به چه ترددی باید باشه. هم وقتی میخوام بپیچم سمت توی خیابون اصلی، مثلا من حواسم به سمت چپ و راستم باید باشه. کسایی که از سمت چپ و راستم در واقع تو اون خیابون فورفار دارن میان، این آ اینو میگه. او فون لیکس اون فون رشت کمنده او فارتسویه. ببینید نوا به میگه نوا، بذار من نخونمش ولی بگم غلطه. سه او فوسگنگر اون راد فاقا، اینم مهمه که مثلا اون عابر پیاده و اون دوچرخه سوارا میخوان از این خیابون ردشن، حواسم باید باشه. فرض کنید شما میخواید اینجا بپیچید توی خیابون اصلیه، این خیابون اصلی باشه، ماشینا که از این ور میان و از این ور میان باید حواسم باشه و همچنین عابر پیاده میخواد از اینجا رد شه، دوچرخه میخواد از اینجا رد شه، حواسم باشه. ببینید نوا غلط بود. اینجا میگه فقط از ماشینا که سمت چپ میان حواستون به ماشینای سمت چپ باشه، راستیا رو بی خیال شید، مثلا حواستون به هر دو هست. اینم که تابلو نداره، این دوچرخه سواره باید قبل از من بره. دیقات فاق موس میش فور بای لاسن، باید بذاره من برم. نه ایک موس دن قات فاقا، این فقافت فاقا فاققین باید باشه اینجا، دوش فاقان لاسن من باید بذارم این بره. یه بار قات فاققین شده، اینجا شده قات فاقا، باید اینو درست کنم بعدن. و به میگه اشتار فورد موتو قات فاقا، بله چون من میخوام مستقیم برم و من سمت راست این موتور هستم. اینجا هم قبلا داشتیم، من باید وایسم، باید به هر دوشون اجازه عبور بدم. ایش موس ایش موس. این هم میگه تر این ور تنگ میشه، در این صورت ما باید حق تقدم با جلویی هست. اگر یه این اگر از اون ورم فرکر بیاد، گیگن فرکر باشه، دم گیگن فرکر فورگانگ این قویمن، این درسته. این هم قبلا گفتم wenn sie bei zwei Fahrstreifen vor einer Richtung auf dem linken fahren haben sie absoluten Vorrang، یعنی شما فقط این جاده دو تا لاین داشته باشه، هر دو هم به سمت این ور برن، اونایی که از این لاین چپی میرن فورگانگ دارن، یعنی حق تقدم دارن. نه اینجوری نیست، گفتیم اینجا سیگنال رایس فرشلوس فرفاغن، یکی این بره یکی این بره، یکی از این ور یکی از این ور. اینجا هم که گفتیم لیفر فرکر فقای نفر میخوای باری چیزی خالی کنه میتونه اینجا بره، وقتی هم میره باید حواسش باشه که شخیت که شفیندیش کایت بره و ملازی اون عابر پیاده رو بکنه. این گزینه سی میگه وقتی هیچ عابر پیاده اونجا نیست میتونیم سریعتر از شخیت گشفیندیش کایت بریم، که این غلط. میگه بعد از 200 متر، ببینید 200 متر دیگه جاده بعد از 200 متر لاین سمت چپی تنگ میشه، این اینو داره میگه. ناخت بای 100 متر فرنگت سیش، تنگ میشه دی برایته دس لینکن فارشترایفن، اون عرض لاین سمت چپ، این درسته. اینجا میگه auf einer Länge von 200 متر، یعنی از الان تا 200 متر بعد، نه این میگه 200 متر بعد تازه شروع میشه. بعدش هم باید حواسم باشه که mein Fahrzeug ist durch die Außenspiegel breiter als in den Fahrzeugpapieren angegeben، یعنی عرض ماشین من باید حواسم باشه نسبت به اون چیزی که توی اون کارت ماشین یا اون سند برگای ماشین نوشته بیشتره. چرا؟ چون من این چیزها رو، این Außenspiegel اینا رو هم دارم، یعنی اون آینه‌های بیرونی هم به عرض ماشین هم اضافه میشن که اینم باید در نظر بگیرم، یعنی جاده تنگ میشه من اینم در نظر بگیرم، در واقع چیز منطقی به نظر میرسه. während sie in einem Verkehrsstau festsitzen، در حین اینکه شما توی یه دونه ترافیک ایستادید،
زنزی اینو این موقع شپیگل توی آینه پشتی تو میبینید که یه دونه موتور فربوتن وایزه با این که قدغن هست داره میاد اینور اونور میکنه و میاد از بین ماشین رد میشه میره. شما چی کار میکنید؟ ایش هوپه، من بوق میزنم. ببینید بچه ها هوپن نه، ایش زورگ دافیو داس ارنیش آن میه فور بایکون، من یه کاری میکنم که اون از من نتونه رد شه. مثلا میزنم اینورتر که جاش نشه تنگ بشه نتونه رد شه، همچی چیزی نه، همچی کارهایی نمیکنیم. ایش لاس این فور بای میذاریم رد شه. اگر کسی بخواد جریمش کنه یا چیزی، اون پلیس هست که این کارو میکنه. با چه سرعتی میتونه این الکاوه با 3 تن و یه دونه آنهنگه داره؟ آنهنگه که داشته باشه فکر کنم 80 تا باشه. اتوبان هم هست. وایس داس وندن فربوتن، کجا دور زدن ممنوعه. دور زدن بچه‌ها توی اتوبان ممنوعه و توی کرافت فارشتا. کرافت فارشتا هستن، اینم علامتشه، بعضی موقع میبینید. ولی توی مثلا جاده جنگلی چیزی میتونیم دور بزنیم دیگه، مشکلی نداره. با 100 تا دارید میرید توی لندشتراسه، جلوتون یه دونه الکاوی با 70 تا داره میره. وی وایت موسنزی، چه فاصله رو باید وقتی که میخواید سبقت بگیرید فون اینا شتراسن کوپه میندسنس نوخ انفرنت زاین، یعنی چه فاصله رو باید رعایت کنید وقتی میخواید سبقت بگیرید. شما دارید این الکاوی داره اینجا میره، اینجا وین برگ کوپه اینجوری میره پایین که مثلا اینجا معلوم نیست، یه حالت جاده یه حالت اینجوری داره، اینجا پایین رفته اینجا بگیم. شما میخواید سبقت بگیرید، چه فاصله ای تا اینجا باید داشته باشید تا این برگ کوپه تا بتونید اون سبقت رو بگیرید؟ 100 تام دارید میرید، خب فاصله 800 متری درسته. worauf weisen sie mitfahrer vor dem aussteigen hin، به چی اشاره میکنید وقتی یه نفر میخواد که همراهتونه میخواد پیاده شه؟ خب حواسش باشه اگه از سمت چپ پیاده میشه حواسش به اون فرکر اون تردد سمت چپ باشه، و اگر از سمت راست پیاده میشه حواسش به آبر پیاده باشه. و به میگه وقت بایم اوس شاگن، هنگام پیاده شدن، آن غاد ویگن، وقتی جایی که مثلا مسیر دوچرخه هست، غاد فاقا ورت فلیشتیکزین، یعنی به اون کسی که میخواد پیاده شه بگیم سری پیاده شه مهم نیست، اینجا دوچرخه سوارا باید وایسن، وظیفه دارن وایسن، ورت فلیشتیکزین، تو برو. نه این کار نمی. چه پیامدی میتونه zu höher und zu niedriger Luftdruck، باد ماشین بالا، باد لاستیک بالا یا پایین توی رایفن توی لاستیکا داشته باشه؟ رایفن فرشلایس کان زیش ارهون، استهلاک لاستیکا میتونه بره بالا. در ریاکسیونزوگ کان زیش فرلنگن، ریاکسیونزوگ بچه ها ربطی به اون نداره، ریاکسیونزوگ ربطی به مغز داره گفتیم. و داس فار فرهالتن کان زیش فرشلشتن، اون رفتار رانندگی، نحوه رانندگی ممکنه خودشو ممکنه بدتر بشه، این هم میتونه درست باشه. فرمون دادن اینور اونور رفتن. حالا این پیکاوی میت زرولنکونگ، اینو فقط حفظ کنید، زرولنکونگ هست. ایست میت موتور شادن لیگن گبلیبن، موتورش خراب شده آسیب دیده وایستاده، خب حالا باید آبگیشلپت فردن، باید بوکسل بشه. چی درسته؟ دی لنکونگ ام لیگن گبلیبن پیکاوی، یعنی اون فرمون دادن به اینور و اونور توی این نوع ماشین با این زرو لنکونگ بچه ها چی میشه؟ گت ویزنتلی شویر، سختر میشه، بلوکیت یعنی بلوکه شده، نمیشه اینور و اونور کرد، نه همچین چیزی نیست. ایس نیش به این ترشتیک، یعنی هیچ تأثیری روش نذاشته اون، چون خاموشه در واقع، هیچ تأثیری نداره. نه لنکونگ ویزنتلی شویر، یعنی سختر میشه اینور و اونور کرد چون خاموشه. ما توی تاریکی دارید با آب بلیندلیش میرید، با نور عادی ماشین. کسایی که از جلوتون میاد بهتون چی میزنن؟ بلندر آف و آب، یعنی نور بالا پایین میزنن. واس کان داس بدویتن، دلیلش چیه؟ این دلیل این به چه دلیل میتونه باشه؟ دی آندرن فوردن زی آف فرملیش این سوشالتن، یعنی از شما میخوان که نور بالا رو روشن کنید؟ نه همچی کار نمیکنن که، نور بالا میخوره تو چش اونا، برعکسه که، نه همچی چیزی نیست. دی لوشت وایتن رگلونگ آن ایرن فارتزوگ ایست نیشت دم لادونگ سوشتان انگه پست، این میتونه درست باشه. دی شاینورفر ایرس فارتزوگ ایست چراغای ماشینتون کنن فالش انگشتل زن،
اون بلندن، اینم چراغای ماشینتون اشتباه تنظیم شدن و نور میخوره تو چش اونایی که روبروئن، اونا اینجوری میزنن که شما اینو بیارید پایین، همچین چیزی. در زیش های سکوت هولت زیش نیش مر اوتوماتیش آف، کارمند ایمنی اوتوماتیک بسته دیگه نمیره تو توی اون جای اصلیش، اوتوماتیک خراب شده در واقع. واقعا کان داس لیگن بس مربوط به چه چیز میتونه باشه؟ زیش های سکوت است فردغت، اون کمربنده بد پیچیده، بد پیچیده فردغت نمیره تو مثلا، این احتمالش هست. اوتوماتیش آف هول فورگشتونگ است دیفکت، اون چیزی که اتوماتیک اینو میبره تو خراب شده، اینم احتمالش هست. زیتس فرشتلونگ است افکت، یعنی اون چیزی که صندلیتون رو تنظیم میکنه، اون چیزی که روش نشستید خرابه. خب صندلی ربطی به اون کربن ایمنی در واقع نداره. خب اینم سی تا سوال دیگه. تمام درس ها سوال ها توی سایت آلمانی فارسی هست، میتونید برید بعد از تمرین حتی خودتون رو تست کنید، آخرش بهتون جواب میده